سلام برابکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم مرسی از برابکسی که منو فالو کردین و به چل هزار تا سابسکرایبر رسیدیم کسی هم که دفعه اول منو میبینه امیدوارم خوشحال باشی از این ویدیو یعنی خوشت بیاد و این ویدیو قراره تو رو یه بار بخندونه مینیموم و یه بار ایسی به یاد بده اگه دوتا کار کرده باشیم کار ویدیو انجام شده خیلی مخلصم سلام میکنم به خودت سوئیل جان و بچه های کانالت خیلی خوشحالم که اینجا خب توضیح بده بدیم برنامه چیه راجع چی میخوام حرف بزنیم این برنامه هم والا گفتیم در مورد چه صحبت کنیم دیگه یه سری عادات غلط حالا خودمون ایرانی ها و حالا ارزان به کارای اشتباه و خطایی که داریم دیگه دیگه هممون هم میدونیم گفتیم بیایم یه ذره راجع به این صحبت بکنیم ببینیم که خب بگو آخرین چیزی که رفته رو اعصابت چی بوده آخرین چیزی که رفته رو اصابم من ازت پرسیدم که از کدوم شهری بعد گفتی از جایی که دوست ندارم باشم بعد گفتم کجا گفتی آره اسمه ها خواستم میدم چرا آره. جایی که هستی و دوست نداری میدونی فارغ از اینکه حالا کدوم شهریم خب خیلی مردمی داریم که کمتر فکر میکنن یا نمیدونم سودشون تو اینه که فکر نکنن فقط همونی که هستیم هستیم دیگه ما اینیم دیگه میدونی من خودم مثلا خودم آدم منتقدیم خب و اولین نفر برای خودم خیلی منتقدم کوچکترین غلطی اشتباهی کار خطایی انجام میدم اولین نفر خودمم که به خودم نقد میکنم بعد میدونی برام حل نشده است که چرا مثلا مردم اینطوری نیستن با رفتارشون با حرفاشون با کاراشون هر روز تو داری میای بیرون و بدون اینکه فکر بکنی همون روال همیشه گیت همه آدما رو داری اذیت میکنی تو هر جای هستی اگه زوری داری قدرتی داری داری همه رو اذیت میکنی اگه نمیدونم تو هر اشلی تو هر بحثی میدونی اینکه فکر نمیکنن و فکر نکرده همونی که هستن هستن این اذیت هم میکنه ببین خیلی جالبه من اه... یه کسی که میشناسم ایران بود بعد به من گفتش که چیزی از ایران میخوای برام ب... بیارم گفتم راستش بخوای من خاویار میخوام اگه خاویار واسه من از ایران بیاری خیلی ممنون میشم من عاشق خاویارم و برای من یه مثلا 6 هفته بسته بیار من 1500 دلار 1500 دلار برام خاویار بخره بعد امروز دیدمش بهش گفتم که خاویار چی شد گفتش که نتونستم بیارم به حال دلیلی هر دلیلی ولی کلا وقتی اومدم و منکوبه چون که سیتیزن نیستم نمیتونم خاویار بیارم اگه سیتیزن باشم میتونم خاویار بیارم من نمیفهمم قانونش چیه ولی میگه من از یارو پرسیدم یارو گفتش که نه نمیتونی بیاری اگه سیتیزن نباشی و اگرم می آوردم تو فرزو ازم می میگرفتن. من همونجا گفتم خب چه خوب شد پس نه چون می آوری شده بودم بعد ازم سوال پرسید گفت اگر می آوردم ازم میگرفتن گرفتن پولشو می دادی؟ بعد من تو مغزم بود که این چه سوال احمقانه ای خب معلومه که من من پولشو بدم وقتی من به تو گفتم خاویار بیار خب یا باید کونم رو جمع کنم برم بپرسم که میتونم خاویار رو بیارم اگه طرف سیتیزن باشه یا غیر سیتیزن باشه چون من هیچ که نپرسیدم من فقط برام آوردن طرفم شاید نگشتن هر خلاف آوردن چون من سوسیس پنیرم و آوردن از ایران کاله اونم که میدونم غیر قانونیه واسه من که آمار ندارم پس من مدام بدون که زحمت بکشم برم بفهمم تو میتونی تو گفتم بعدا خاویار بیار وقتی این حرفو به تو میزنم یعنی اینکه من مسئولیت این کارام قبول میکنم نه اینکه به تو میگم خاویار بیار باهوش هم باش دیگه احمق نباش برو بپرس از کجا خاویار بر بخری برو بفهم خاویار رو میتونی بیاری یا نمیتونی بیاری بعد چند تا میتونی بیاری میدونی دیگه من دارم به تو میگم بیا دیگه پس یعنی من دارم میگم که آقا تو بیار اونها هم میگه بعد کم تای به تو بدم دیگه پس تو میری دم فرودگاه پولو میدی خاویار رو میذاری تو اون ظرفت میاری اینجا خاویار رو من تحویل میدی حالا اگه تو دوی خاویار گرفتن به هر دلیلی دیگه صد درصد این موضوع رو منه دیگه و وقتی این سوال ازم پرسید برای من خیلی عجیب بود که خب معلومه بعد شروع بهش فکر کردن و خودش گفت گفت آخه اگه اکثر آدما به عهده نمیگیرن مسئولیتشو به بهش فکر کردم دیدم راست میگه حتی اونوری هم میرن یعنی برمیگرده میگه که اصلا دروغ میگه یارو دزده نیاورده اینجا فهمیده تو ایران فهمیده که اگه بیاره ازش میگیرن نه اوورده علکی گفته آوردم حالا حتی رسید به تو نشون بده که تو فرودگاه خریده تو میگی آره تو خوبی بابات اون بغل بود بعد که عکس دادی بس بابات ببره اینا رو فیلم کردی ما رو مثلا این تا هم واسه خوشون داستان میسازن بعدش هم میگه که آره تو علکی نیوردی میخوای از من 1500 دلار بدوزی بعدا هر جا بره بشینه پشت رو بنده خدا بدم میگه میگه آره اون اون که دوزه بابا یهو گفتم خوابی بیا نرفت بیاره بعد الکی میگفت آوردم از من پلیس گرفتیم میخواست پولشو از من بگیره ماشا میگم که واقعا اصلا چرا ما اینجوری این من واقعا امکان یعنی اگه میگم همون سانی بود آ دهن تو سرویس چرا خنگم سو که نرفتم بخونم خوابی ها رو میشه بیاره من چون مامانم آورده گفتم حتما میشه و دمت بیا این پول تو بگی خاک بر سر من از این بعد بیشتر جمع کنم ولی اصلا باورش نمیشه یعنی میتونم حتی بگم که حتی از تایدل باور نکرد که مثلا خب آره دیگه حالا که من نای وردم خب معلومه که تو میگی پولشو میدادی ولی آیا اگه نمی واقعا اتفاق میفتاد اون موقع واقعا صرفت میموندی اینم تو احساس کردم که بتونه اینو احساس اینجوری فکر کنه حتی و الان که دیگه خب معلومه بهت گفتم خب معلومه هر کی باشه همین رو میگه. میگه آه من بهت داده دیویست هم شیتیل میدادم که این ناراحتم شده بودی تو فرود رو ازت ولی آدما ها کلن هیچ وقت خودشون جای طرف نمیذارن همه دنیا رو خودشون بهش فکر میکنن چی داره اتفاق میفته آره این چیزیه که من خودم هم خیلی سعی کردم که دیگه اینطوری نباشم واقعا چون دیدم همه دارن تو جایگاه خودشون زندگی میکنن و اینکه تو جایگاه همه بودم یه جایی میدونی یه جایی دلم میخواست تو جایگاه خودم باشم و زندگی بکنم یه مقدار اینو مدیریتش کردم سعی کردم بیشتر توی خودم باشم ولی بازم در نهایت چیزی که سر سوزن احساس بکنم دل کسی رو میرنجونه کسی رو ناراحت میکنه باعث میشه که مثلا امروز الان مثلا با نه صبح الان من با این یه کار اشتباه باعث میشم اون آدم تا از اص... اعصابش خورد بشه اون کار رو نمی کنم. به خدا خیلی راحته به خدا اصلا کاری کار سختی نیست الان تو ایران چیکار میکنی؟ الان من فعلا اه... چسبیدم فقط به یوتیوب و ارزم بزرگت که اه... ف... تنها هدفم فعلا همین یوتیوبه که کانال رو بیارم بالا چون یه کانالی زدیم کانال اول بود و خب اشتباهاتی داشتم که کانال دستم رفت متاسفانه و اینکه دیگه ویو نمی گرفت دیگه کامل مرده بود کانال آقا یه چیزی من بگم برابکس ایران یه چیزی که من نوتیس کردم خیلی براشون سخت فکرشون رو عوض کنن حالا چرا من نمیفهمم یکی از بچه ها که من کمکش کردم توی یوتیوب یه ویدیو گذاشته بود ویدیوش رو یوتیوب برداشته که توی این ویدیو برخلاف چیزهای ماه مام کلی بهش چیز میز گفتم که مثلا این کار نکن این کار نکن اینو بگی بعد اینو نمیتونی بگی اینا ممنوع از این حرفا بعد زنگ زده من که آره مثلا بی دلیل من منو برداشتن مثلا نمیفهمم چرا منو برداشتن بعد شانسی همون ویدیو رو دو بار آپلود کرده بود یه بار تو درافت توی یوتیوب مونده بود من رفتم اون ویدیو رو نگاه کردم دیدم جفتشون 20 دقیقه و 4 ثانیه است کدوم خب پس این ویدیوها یکی اند با فاصله یه روزم آپلود شده بودن گفتم خب حتما یه ایرادی داشته عوض کردم مثلا تو یه چیزی صدایی درست کرده هر چی یکی از زرم که ویدیو نگاه کردم مثلا تو 5 دقیقه اول تا حتی کمتر تو 3 دقیقه اول 12 تا تا کار اشتباه میکنه نه مثلا یه دونه او بعد بهش مسیج زدم که دادا من ویدیو تو 20 دقیقه فقط دو سه دقیقه رو نگاه کردم آردی ده دوازده تا کار اشتباه کردی اینی که گفتی نمیتونی بگی ببین اینطوریه و با بعدش توضیح میدم میگم ببین اگه تو تو ویدیو یک بار فوش بدی و این فش رو بیب بذاری روش این خلافه بعد تلوز. میگه که نه من خلافی این نکردم اینم که تو میگی نیست بعد اصلا مغزم سود کشیده میگم یعنی چی ویدیو رو گوشی ویدیو تو رفتی شکایت کردی که اشتباه برداشتی میگه ریویو کردیم زر مف نزن میای به من میگی منم میگم اشتباه کردی باز به منم میگی زر مف نزن تو باز هنوز تو مغز منطقه چیه الان واقعا من واقعا نمیسم چی بگم اون لحظه یعنی مثلا تو توی, توی تاریخ مادر تو همچین جایی درست شده بود میگه چی میگم یه همچین سناریو میدونم آقا یعجه. از اینستاگرام اکثرا میان یعنی دید اکثر ایران مردم ایران دیدشون به یوتیوب فکر میکنم مثلا همون اینستاگرام دیگه ویدیو رو میسازیم آهنگ هم هرچی دوست داشتیم میذاریم هر کاری هم خواستیم میکنیم پستش میکنیم ویو میگیره اصلا اینطوری نیست یوتیوب آخه هزار تا قانون داره صد تا قانون داره واقعا آره خیلی خودم همینطوری اومدم دیگه آره مثلا های ما... کردم همین میگن. من مثلا خودم تا حالا یک دونه وارنینگ نداشتم از یوتیوب حتی یه دونه من مثلا بچه‌ها که منو می‌بینن بچه‌ها مثلا یوتیوبرا باشون حرف می‌زنیم خیلی مشکل دارن ویدیوشون فلگ میشه اینو اون و همه از من می‌پرسن ویدیو تو هم فلگ میشه میگم نه بعد میگن خب تو, تو چی سر ویدیوات فوش میدی میگم تو اون ویدیو که من فوش میدم به یوتیوب میگم فوش دادم یوتیوب میگه من در به تو پول نمیدم میگم قبول شما تو اون ویدیوهاتون نگفتیم پول فوش میدین. فکر کنی زرنگی یوتیوب فارسی نمیفهمه فلان بیب میذاریم واسه خودتون یه منطقی درست کردین که بیب که فوش نیستش فلان یه منطق واسه خودتون درست کردین یوتیوب هم میگه خب ریدم تو منطقتون میاد فلگتون میکنه ولی من اگه ویدیو میذارم توش مثلا فوش میدم و اینا میذارم توش میذارم آقا فوش میدم بعد هم یوتیوب میگه آقا این دروغ دروغ نمیگه من یه ویدیو دارم کسی میخواد به تو کانال من بزنه بزنه 420 به انگلیسی 420 که عدد شروع میشه تفنگ دستمه گل دارم میزنم تمام میز روش علف وسایل جنگی رو میزه فوش خار مادر میدم فقط کل ویدیو این ویدیو الان آن و تمیز و هیچ ضربه وارنینگ هم نداره کانال من روز اول گفتم این ویدیو کسافته گفت اوکی همون شد گفت ما نه اینو تبلیغ میذاریم روش نه به تبلیغا معرفیش میکنیم از این ویدیو یه دلار هم در نمیاری گفتم اوکی من این ویدیو عشق دارم ساختم خواستم حال کنم میگی با یوتیوب بعد یوتیوب به من اعتماد پیدا کرده میگه آقا یارو دروغ نمیگه وقتی ویدیو بعد میذاره میگه ویدیو بده وقتی ویدیو میگه ویدیو حالا ایرانی ها چی میگن ما ریپورت شدیم ما ریپورت شدیم کسی ریپورت نمیکنه اونجوری که تو فکر میکنی یوتیوب خودش مسئولیت داره داره ویدیو رو چک میکنه ریپورت میتونه تو ریپورت کنی چه اتفاقی میفته یوتیوب میره اونو چک میکنه وقتی تو ریپورت کنی اگه من این ویدیو گوش دارم راجع به سیب زمین صحبت می‌کنم یکی بره بگیر راجع به است خب یوتیوب نگاه توش ممه نیست میگه آخه زر نزن نمیگه که او در نفر قرض دادن ببندین زایلو طرف میخواد پول بده طرف آقا برای کانالی که تو کانتنتی که تو داری میسازی خب قراره که آقا به درآمدزایی برسه و پول بهت بده قطعا حواسش هست که تو چی کار داری میکنی اینو متوجه باشن واقعا کسایی که حالا میخوان تا یوتیوب هم شروع بکنن بدونید واقعا یوتیوب مثل اینستاگرام نیست که هر چی خاصی ضبط بکنی بیاری بندازی اینجا آپلود بکنی تو <متضیح> اینستاگرام هم نمیتونی فقط اینستاگرام فقط آره آشغالی گیر جدیدن... نمیده مال آیسالا اینستاگرامشو بستن یه ماه دیگه برای همین بستن چون فردا فوش میده تو اینستاگرام نمیتونی فوش بدی اونم میگه نمیتونی فوش بدی نمیتونی صحنه دعوانشون بدی ولی مثلا من ویدیو میدم که ایرانی مثلا مامانش میگه مامان من دوست حامله کردم مامان دمپایی دارم شو کتک زدن اینستاگرام کسی که چک میکنه اونو ببینه ویدیو رو میبندن اکانت رو میبنده میگه آقا داری بچه رو کتک میدنی نمیتونی این ویدیو رو پخش کنی ایران هم کنم هزار تا لایک هم داره گره درست میچی میگم این اونش هم اینجوری فقط اینستاگرام به قناه رو چپش نیست چون پولی به کسی نمیده مسئولیتی نداره میگه خب اوکی حالا مردم دارن دارم ما زیر سی رد میکنیم چون داره ویوشو میگیره آدم ها دارن میان نگاه میکنن اون داره از این, از این پول در میاره یوتیوب چون داره از مردم پول میگیره و اینا مسئولیت داره میگه آقا ما مثلا اینو نشون نمیدیم اونو نشون نمیدیم مثلا میگم یارو نمیخواد تبلیغ تاید و رو ویدیو نشون بده که من دارم مثلا میگم که بیاین بچه‌ها گل بزنیم و تیراندازی کنیم حق داره ها یعنی کار غیر عادی نیست شما میگم من تایدم میدونم به میخوام به یه مادر تبلیغ کنم من بعید میدونم یه مادر بخواد بره ویدیو وحشی سهیل که راجع به گل و تفنگه پس نمیخوام تبلیغ کنم من اگه به یوتیوب نگم تو این تق... ویدیوی ویدیو من تیر و تفنگه چه جوری یوتیوب اینو بفهمه خب من با ما باش آنست باشم که اونم با من آنست باشه با هم راحت میریم من الان الان سه سال تو ویدیو ها. من خیلی ویدیوهایی دارم که قوین با دختر میشم ولی چیز خیلی سیف می کنم اینا الان همشون هستن همه رو زدم آقا این ویدیوها درتی ان تو هم تو که ما به تو پول نمیدیم ولی مرسی که بهمون گفتی همه چیشون همه چه که یه بار من یه ویدیوم فلک شد یک بار شکایت کردم انسان اومد ریویوش کرد برگشت گفت درست میگی بی خود فلک شده بود درست. مثلا اگه ریپورتی شده بود فلانی بود اینا انسان اومد چه کرد گفت نه میتونه برگرده بی خود نگو آقا یوتیوب راجب چی هست؟ یوتیوب هم در مورد ریاکت فعلا ریاکت و اینکه حالا با خودت مقدار صحبت کردم گفتم اما خب فعلا اینطوری دارم سعی میکنم که بیننده جذب کنم چون مردم به حال بیشتر دوست دارن که الان تو شرایطی هم مردم که بیشتر دوست دارن چیز ببینن. چیزهای خنده ببینن چیزایی ببینن که حالشون رو خوب بکنه دیگه سعی کردم با هم ریاکت و ویدیوهای فان و ولاگ و اینطور چیزا به قولی کانال رو بیارم کینگ با مزه و... چی کینگ با ها کیه کینگ با ها تو چی توی ایران تو یوتیوب توی یوتیوب اه... با مزه نمیدونم سوهل پرانک به نظر من شماره یکشونه. سوهل پرانک آره سوهل پرانک که حرف نداره کارش خیلی عالی بعد هیچ من تو زندگیم اندازه حاضر جوابی رضا رضا فرشته رضا کدوم رضا رضا فرشته آه آه رضا فرشته واقعا واقعا من پیجش هم فالو کردم اصلا پوستاش رو میبینم تو یوتیوب هم نگاه میکنم ویدیوهاشو واقعا همینه واقعا همینه یعنی تو لحظه یه جوری مخش کار میکنه جواب میده که اصلا پراپور که آدم عجیبه. میریزه واقعا آره واقعا عجیبه یه چیز دیگه هم هست کنه. میخواستم در, خ... در خصوصش میخواستم با صحبت بکنم این تابوی پدر و مادر بزرگتر چون اول ویدیو هم گفتی آخرین چیزی که برات اتفاق افتاده آخرین چیزی که برام اتفاق افتاده آخر یکی از ویدیوها آره آخرین ویدیوی که گذاشتیم ما آخرش یه ویدیویی بود که حالا یه دختری بود که داشت راجع به پدرش صحبت میکرد میگفت من به این دلیل پدرم اینطوری اونطوری این, طوریه اون طوریه این رو داره دیگه با شفت آمد نمی کنم. دیگه نمیرم باهاش نمیام بعد یکی اینو اوورده بود تو اینستاگرام روش آتیشی یعنی دو آتیشه اومده بود گفته بود که تو چرا داری به پدرت به چه حقی به پدرت داری بی احترامی میکنی فلان بیسار یه جوری اصلا گارد گرفته بود و اینو آپلود کرده بود من اینو دیدم برداشتم و فقط هیچ چیزی هم نگفتم چیز خاصی هم نگفتم تو ویدیو ریاکتم فقط گفتم که گفتم چرا چیز میکنی چرا اینطوری مثلا داری جو گرفتت بعد ارزم به حضورت که هر بزرگتری چیزش دست خودشه هر بزرگتری احترامش دست خودشه هر بزرگتری احترام نداره ما همینو گفتیم زیر اون پست پر شد از کامنت هایی که نه بزرگتر حتی اگر کافر باشه احترام داره هرچی هم که باشه احترام داره یه روزی خودت پدر میشی میفهمی چرا واقعا مزخنف. فکر میکنیم <applause> هر کسی دقیقا بابا هستن به خدا پدر مادرهایی که خودشون باعث بدبختی زندگی بچه هاشون شدن چرا فقط فکر میکنید همه پدر مادرها همین هایی که مثلا خودت داری می‌بینی مهربونه بله پدر مادر خوب باید رو سر گذاشت ولی هستن پدر مادرایی که واقعا بدن چرا فکر می‌کنی اونم باید با پدرش خوب باشه چرا فکر می‌کنی بچه‌ی اون آدم باید بهش احترام بذاره نه من نظر من کاملا درسته من ببین من یه تئوری دارم این تئوری بند یا که دوست داره گوش بده دار که دوست نداره بگه فلان دانش قدیما با قدیم منظورم 50 سال به قبل و به قبل تکون خوردن برای انسان خیلی سخت بوده یک همین امروز 95 درصد یا 85 درصد یادم میموند دقیقا میگیم 85 85 درصد دنیا جایی که به دنیا میان با فاصله شعای 20 کیلومتری اون تو هم اونجا میمیرن این کل زندگیشون توی 20 کیلومتر حالا شاید مثلا بره یه خونه بخره چهار تا محل بالاتر چهار تا محل پایین‌تر یه دقیقه ببخشید جونم پس برای همین آدما نشون میده خیلی دوست تو یه جا باشن یه من اینجا میخوام اینجا باشم حالا تو وقتی که 50 سال پیشه یا 250 سال پیشه یا 1700 سال پیشه تو یه جور بدونی میای میگه این ننت این بابات اینم داییته اینم خواهرت اینم برادرته بعد اینا معمولا یاد باشه یه خونه ها اتاق بود یه حوز وسطش بود که همه آدما تو اتاق ها زندگی میکردن هر خانواده آره. پس میشه اتاق اول تو بودی و زنت مثلا اتاق دوم بود بابات و مامانت اتاق بعدی بود خواهرت و شوهرش اتاق بعدی بود دایی تو زنش پس اتفاقی که میفتاد تو میدونستی از بچگی تا آخر عمرت قرار دایی تو اینو اینو ببینی و برای اینکه یه دادگاهی باشه که بتونه همه مشکلات حل بکنه بین رابطه ها این بود دادگاه دادگاه این بود که اگه کسی سنش بالاتر دعوا شد اون کوچیک بعد بازاری معذرت خواهی کنه کوچیک بعد دهنشو ببنده اگه دو, نفر شروع کردن داد زدن کی باید سکوت رو اول شروع کنه کسی که کوچیک تره این یه دادگاه درست کردن واسه اون محیطی که توی حیات تو با خالت و همسایت زندگی میکردی یا توی کوچه بودین که اگه رفتی سر کوچه با دعوا دعوت شد بابا بگه بابا رفتی با پیرمرد دعوت کردی خجالت بکش اون پیرمرده برو ازش معذرت خواهی کن تو هم اینو به خاطر این موضوع موضوع بوده گفتی راست میگه دیگه این پیرمرده همین خودش یه کانسپتی بوده با تجربه بیشتر زندگی کرده بیشتر دیده من برم ازش معذرت خواهی کنم چرا چون پس از روزی سوالی داشتی از این می‌خواستی بپرسی چون این با تجربه بوده این کسی بوده که مثلا پول دستش بوده به تو راچات برای همین تو باید سیستم رو رعایت میکردی من اینو میتونم بفهمم که یه زمانی این سیستم باعث میشده که ام... پیس چی میشه به فارسی پیس صلح صلح این چیزی بوده که صلح می توی خونه صلح می توی کوچه جایی که تو قرار بوده 60 سال 50 سال زندگی کنی پس او با اون تو به اون صلح لازم داشتی تو چون بالاخره تو یه روز با بابا دعوت میشه تو یه روز با مادر دعوت میشه نمیدونی همیشه بگی نه بیا ببینیم کی داره درست میگه تو از چش من نمیبینی از این زاویه نگاه کنی این هیچ وقت به راه راست نمی همیشه خانواده ها میپاشه برای همین تو باید اینو دنبال میشدی من قبول دارم از 50 سال به پیش ما به خاطر اینکه موبایل شدیم من دارم با اصفهان ویدیو میگیرم از سو ونکوور یعنی این یه چیزی که اصلا به برگردیان به پادشاه بگی تو 50 سال پیش که مرده باور نمیکنه 100 سال پیش که مرده میگیری یعنی چی نمیگم یعنی چیزی میشه وقتی که ما الان موبایل شدیم اینجوری که خواهر استرالیاست، برادر آلمانه بابا ترکیه است مامان ایرانه دیگه ما به اون شوعه گیر نیستیم حالا یه سری آدم ها هستن حالا یکی مثلا توی مثلا توی دهات کوچیکی به دنیا آمده که مثلا بعد گوسنده رو به چرونه و اینا این میده تو اون دعاته هنوز هست این هنوز باید با همون قانون بره جلو این به اون کسی که میاد زیر ویدیو تو کامنت میذاره میگه اصلا فکرش هم نکن باید در هر صورت انجام بدی ولی اون 10 15 هم بیزی هم هنو. اون 10 15 درصدی که میان چیز میکنن دیگه تکون میخورن این ده 15 درصد دیگه این قانون رو نبرایت کنن برای تو خانواده تو انتخاب میکنی تو میری میگی این میخوام با هم دوست بشم میخوام با این بچرخم و چون خامت رو انتخاب میکنی دیگه باید رو منطق بری جلو و اگر یه نفری که حالا دایی تو عموی تو دوست تو سنش از تو بیشتر همسایه میاد یه تو پرتی میگه تو به هیچ عنوان به نظر من نباید به این احترام بذاری نباید حرفش رو قبول کنی و باید بگی که نه قبول که ندارم هیچی باید میجنگم اشتباه میگی تو متوجه نیستی من متوجهم این نظر شخصی منه ولی به نظر من جفتشون دنیای واقعیه جفتشون وجود دارن درست نمیدونم واقعا تو این دور زمونه این خیلی بهتر نیست که بگیم آقا احترام هر کسی دست خودشه اون کسی که بزرگتره فهمش بیشتره تجربهش بیشتره به قولی میگن ما چهار تا پیران از شما بیشتر پاره کردیم خب اون باید حتی حریم خودشو بدون بدونه دیگه خب من شاید جوونم یه وقتی یه جایی حرفی بزنم یه چیزی بگم اون بزرگتره اتفاقا باید برای منی که جوون ترم یه گذشتی داشته باشه بگه طوری نیست جوونه بابا منم جوون بودم میدونم این تو چه حس و حالیه چطوریه میدونی من فکر میکنم بیشتر این طوریه تا اون مدلی ولی خب ببین این خوزا خوزا هست یا هنوز با همون فکره حالا بذار یه پوینت اینجوری بهت بگم من یه نفری بود که یه پسری بود چند وقت باش میشناختمش از یه جا باش شده بودم خیلی رندوم پنج سال میشناختمش ما این پنج سال خب ما همیشه باش گفتیم خندیدیم بهش احترام گذاشتیم و این نفع. یه چند وقت پیش یه داستانی شد صدای من رفت بالا بعد اونم شروع کرد داد بیداد کردن بعد بهش که آروم باش چون وقتی من داد میزم نمیفهمم داد میزم چون گندم برای من طبیعیه ولی اب بیرون مثل داد که دارم داد میزم واقعا نمیفهمم بعد گفتم که آروم باش همسایا خوابن بعد دوباره ادامه داد به داد زدن گفتم بهت میگم تو ساکت باش گفت تو اول داد زدی گفتم خب مگه داد زدم من نفهمیدم ولی تو الان داری با شور و کاملا از رو قصد این کارو میکنی یعنی نشون تو آدم آدم واقعا بیشوری هستی و گفت من با هر کسی همون جوری که خوش رفتار میکنه رفتار میکنم و من اینو نتوزم بپذیرم خواستم میگم که نه تو گومی میخوری تو وقتی این همه ما با هم رابطه داشتیم پنج سال ما هم هستیم وقتی من نارد شدم تو باید خودتو جمع کنی تو الان با این کارت که خود تو با تو کل شقی یا کل داقی که داری کاری که کردی به من نشون دادی که اگه یه روزی مشکلی پیش بیاد من به هیچ عنوان نمیتونم تو حساب کنم که هیچی تو اون کسی هستی که سنکنه خودت مشکل رو به وجود بیاری و سر همون با تجربگی دیگه من کوتاه نمیام شاید بلند نمیشم طبست. چک بزنم تو صورتش داد نمیزنم سرش میگم اوکی آروم باش آروم باش،, باش اخونه برو بیرون دیگه یارو نخوام ببینم تو زندگیم ولی دلیلش این نیستش که میگم که من کوتا نمیام دلیلش اینه که یهو هم میفهمم هم این آدم چه کسافتیه این آدم چه آفتیه چون تا اون روز خوش من ناده بود اگه من تا اون روز با رو میگم یه بچه است منم نمیشستم شدم میدونم ولی اون روز فهمیدم شخصیتش چیه اون روز فهمیدم که توی موقع مشکل این کیه این کسی که فقط فکر خودش خودشه فکر میکنه هر چی فکر میکنه درسته این آدم تاکسیکه من نمیخوام این تو زندگی باشه و اون لحظه تو اینو به اون میبینی که سوهل ناراحت شد سوهل باید بزرگتره باید کوتا میومد ولی نه سوهل از همون بزرگتر بودنش کوتاه نمیاد چون میگه برای چی واسه این کوتا میام این یه آشغالی بیش نیست حالا که این آخرین باره دارم باش حرف میزنم بذار بهش تا میتونم گندم بزنم خونه نزمش بیرون میفهمی چی میگم اینجوری بابا یه دقیقه ببخشید فارسی لطفا میدونم من تیلویزر ولیوم ناین. کجا؟ پایین یا بالا؟ میتونی والیوم تونی بکنی؟ آه، برو میدونی سایل من سیاد طرف داره یعنی حالا حرفم این نیست که اونی که کچکتره چون کچکتره بیاد حالا به هر کسی بیعترامی بکنه یا مثلا یه همچین چیزی منظورم بیشتر اینه که مثلا من یادم تو مثلا موقعی که بیست و یکی دو سالم بود سیگاری شده بودم بعد نگاه میکردم میدم مثلا همه بچه های فامیل یه بزرگتر که میاد این سیگارو قایم میکنه میندازه اون یکی اون کارو میکنه حتی بعضا میدی می بزرگتر میدی می طرف زن داره هنوز که هنوز مثلا اموش میاد سیگارو پرت میکنه میره اون طرف اجوری بابا من میدونی بیشتر مخالف اینم که احترام با همه چیز به همه چی دیگه گره میزنیم ما ایرانی ولی این احترام نیستش که اگه قایم میکنید آدم, می آدم سیگاری میگید. باشه ولی آدم خوبی باشه من هیچ وقت قایم نمیکردم نه نه مثلا خوبی باشه نه نه تو اگر تو فکر دینی که من نسبت به سیگارم باید یه کاری کنم که به بابام احترام بذارم جواب بدی که نکشی دیگه جواب بدی که کویت کنی جواب بدی که اینو بندازی دور بگین دیگه به خاطر بابام نمیکشم ولی اگه بابات میاد, میاد میری کوشه حیات میکشی یه مسخره بازیه چون بابای تو که میدونه تو سیگاری تو هم که میدونی یه بابات میدونه سیگاریه این لوس بازیه چیه حالا تو الان هفته داری خیلی جالبه من پری روز خونه عمم یا خونه دختر عمم مهمونی بودم تو همین تورنتو که بودم زنگ زد گفت من تورنتو بودم آره گفت پاشو بیا خونه من گفتم اوکی بعدم خونه دختر عمم پسر امم و دوست دختر و شوهر یارو اومدن بیرون تو حیات بعد اومدن گوشه ی حیات رفتن پشت دیوار دارن سه نفری توی یه جای تنگ حالا حیات بزرگ استخ سندلی های بزرگ میتونی بشینی از این استخ رو زیبایی لذت ببری که رفتن یه گوشه وایستادن دارن سیگار میکشن بعد من رفتم اون ور وایستادن بایستادن وسط همون حیات خوشیل دارم گل رو میزنم خب بعد با شوهر میاد کنار پنجره یهو یکی از اون بچه ها رو میبینه بعد بچه میگه ای وای میره یه خوره میره اون گوشه تر و من به شوهرم هم کردم کردم همهشون دارن سیگار میکشن بعد شوهرم خندید و رفت میدونی یعنی اون اونم... این دوستی اصلا چی الان داره اتفاق میفته تو من بکشین بابات میاد بیرون سلام پدرم خوبی بو ازیتت میکنه میخوام برم کنار نه 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 راحتم پسرم بادین داره میاد این رابطه است دقیقا دقیقا این درستشه منم هم همیشه همینو میگم این احترام نیست واقعا به قول خودت همین که میدونی طرف آقا با خانوادهش میخواد بره سفر سر همین یه موضوع مثلا سیگار آره بعد بری سر بابای میدونه دقیقا بابای میدونه که بچهش سیگاریه خب بچه هم یه جورایی میدونه که بابای فهمیده بعد مثلا رفتن هتل تو طبقه مثلا 11 هم پسره مثلا بابای میاد تو بالکن با و میسه رو میکشه ولی پسره برای اینکه احترام پدرشو میخواد نگرده رو بعد 11 طبقه بیاد پایین بیاد بره یه گوشه ای وایسه که یه وقت باباش نیاد بیرون ببیناتش این چه احترامیه احترام و حرف اینه که به همه چیز گره نزنید واقعا اینطوری نیست برای هم که نگاه میکنن فکر نکنید یه وقت بگیم بابا سوهل ما مام بابای تو رو دیدیم اینا با کلاسن تو نمیفهمی به جان تو همه 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 یکی هم. من مام بابام سر گل من دهن من سرویس کردم هر کاری کنم می میگفتن بد و اینفو بعد یه روز نشون دمشون گفتم آقا من گل میزنم هر روزم میزنم و من نمیتونم ببینم که این گل باعث بشه رابطه ما رو از بین ببره شما خوشتون نمیاد به من هیچ ربطی نداره من که به شما رو مجبور نمی کنم بکشین من که نمیام تو صورت شما فوت کنم پس با خودتون اینو حل کنید چرا چون اگه این کار نکنین من در خونم رو قفل میکنم سه تا قفل میزنم روش اگه بیاین در خونه من در بزنین در, بزن. در باز میکنم میرم توی همون در رو میبندم میگم من ببخشید اومدی من همون بودم من این رابطه رو نمیخوام من میخوام کلیدم دست شما باشه هر وقت دلتون خواست بیاین در باز کنیم بیاین تو هر قاطی بکنیم من ما خوابم اخا بیدار میشم نه رو ما مامانم غذا گذاشته میگه اومدم خونه دیدم خوابی غذا تو گذاشتم رفتم میدونی من گفتم من نمیخوام رابطه ای که چون من معتادم چون من داغونم چون من آدم بی هم نمیخوام این بی -ارزگی و داغونی من باعث بشه که مادر پدرم آمد دست بدم سه سال مامانم گریه کرد بعد سه سال اوکی شد الان میاد اینجا خونه مامانم گل دارم میرم اونجا دفعه زنم رفته بود اونجا میگفت نشسته بودم باباد اومد واسه من گل آورد گفت بیا رول کن میدونم تو میکشی الان دو ساعت اینجا ای میگو پشما میخته بود بابا اومده به با من گل میده من دوستان که مثلا میدونی خونه بابا مهمونی باشه یه چیزی من گل میزنم دو بابا میاد همه گل میدن دست من دوستای من روشو رو نمیشه جلوی بابای من بکشم بعد میگم تو دود... دو تو چه ربطی داره حتی اگه بابای من ناراحت بشه که تو گل میکشی به جهنم این مشکل بابای من مشکل تو نیستش که اگه بابای من قد است که باید نگاه کنه قزنفر سیگار میکشه اه خاک بر سر قزنفر خب به تو چه اصلا قبول خاک به سر غزنفر به نظر تو به جهنم و غزنفر که نمیشنبه این حرفو دقیقا دقیقا من از همون اولی که حالا این بحث سیگار شد از همون اولش اخوانه آدم قایم نکردم از پدر مادر و بعدش هم دیگه از هیچ کسی قایم نکردم گفتم دیگه از پدر مادر برای من عزیزتر نیست خب مادرم اولا خیلی ناراحت بود خیلی مخالف بود ولی گفتم آقا این سیگار شاید تا آخر عمرم با من باشه نمیخوام قایمش بکنم چرا باید قایمش بکنم و مثلا هم که تو داری میگی داری مسافرت میری بعد یه میرسی به یه جایی یه آبشار میخوای اون زیر باشی یه سیگار بزنی عشق کنی بعد نمیتونی به بابات که اونجاست بگی بابا بیا اینجا با هم حال کنیم من الان میبرم بابا اونجا میگم چرا میگه چرا, میگه چرا میگم که وقتی با تو گل میزنم یه حال دیگه بهم میده وقتی نشستم بغل تو دارم گل میزنم با هم داریم حرف میزنیم حال چرا چون وقتی بچه بودم همه آرزومون بود که بزرگ با بابا مشروب بخورم من که بزرگ شدم از مشروب بدم اومد بابا هم دیگه مشروب نمیخوره ولی وقت اینو چه جنبم الان با گل به اون میرسم اون یه آب جو میزنه مثلا یا یه شات تکیلا میزنه من گل رو میزنم بشم باش حرف میزنم میگی میخندیم انقدر حال میکنم خب من همه خاطرات از دست میدادم تمام اینا رو دادم. بعد نروس میشدم فکر کنم مثلا یه نشاسی باز زدم که من دارم میام پنجره رو باز کن هوا رو بده علفا رو قایم کن بشین دوستان مثلا خونه من بچه برای نیم ساعت بعد همه فیلم بازی کنیم که ما نمیکشیم چون مامای من من جا. ما ماما مامانم دوستان دستشون گله میگی میخندی مامانم میاد میتونی مسخره بابا مثلا میاد بالا میگه اتاق دخانیات یا چی میگه اتاق چی اتاق هایسازی سازی سوپ سوپ داب سازی یه چیزی مثلا جوک میگه مثلا میاد میگه ببخشید میخوام میام تو اتاق فلان فلان ای بعد بچا میخندن تا ما بریم گوشه دیوار وایسیم بعد بابا هم هم موقع در پنجره <laughs> بابا چرا عمو می در پنجره چون میدونه راستن چی دیگه دقیقاً دقیقاً 10 ساعت یه خونه بچی بابا دمو پنجره نمیره ولی اون موقع که شما میاد اونجا چرا چون دلش میخواد بیاد پیش شما دلش میخواد بیاد اونجا بیرون با شما بگه بخنده چون میدونه الان خودت دو تا دو تا قلو مشروب خوری یه خورده گرم میخواد ولی چون میدونه الان بیاد پیش شما شما ناراحت میشین نمیاد ولی ناخداگا بدون که بفهمید دم پنجره اون گوشه وای میسته چرا میخواد نزدیک به شما باشه با این احترام مزخرف دروغ بی ارزش علکی واقعیت و خوشحالی رو داری از مادر و پدر و خودت و بچت میگی یعنی پدر داره بچه میگیره بچه داره پدر میگیره چون تو چه داد در... تو هم فقط چه بچه داری میبینی بابا هم دوست داره بیاد پیش بچهش من اگه پاشا مثلا میگم مشروب میخوره میشینه قهقهه میخنده خب من دوست دارم تو اون موقع قهقهه خنده پاشا باهاش باشم چون وقتی پاشا داره لذت میبره من پسر من داره لذت میبره میگم آخ جون وقتی این از من قایم بکنه از لذت از منم میگیره همون آبشاری که بهت گفتم چه حالی میده بعد زیر آبشار وایسی بابا یه دونه بیاره خونک بزنه تو یه دونه گل بزنی با هم یارو حرف بزنی یه خاطره برات تعریف کنه از یه بار که با دوستا رفته بودن مثلا کمپینگ تو هم یه خاطره تعریف کنی که <applause> دوستا رفته بودی کمپینگ بعد بریم سر ماشینشین شین بریم نشستی تو ماشین نسخت داری دیوونه میشی بابایس بهت میگه میپری بهش عصب اصاب... عصب نداری بعد خودت بعدت میاد میگی ببین دو دقیقه سیگار نذارم نکن اصلا خود شده من داغونم دیگه حق دارن میدی از میاد از لحظه بعد میاد با بابات در کردی اصلا سر چی احترام احترام دقیقاً احترام کارش اینه که همینا رو برعکس بکنه دیگه تو به داری همون کاری که میخوای نکنی رو داری میکنی همین آقای خیلی خوب بود خیلی خوب بود برای که سیگاری هستین واقعا به ماموباتون بگین از این نفر که دارم بهتون میگم نه هم سر سه سال مامانم گریه کرد منو میدید انگار یه آدم خراب و تو خیابون خوابیده پیدا کرده بعد مثلا زرد تو صورتش به هم بیدار شده. من بیدار شدم بعد مادر تو اینجا چیکار میکنی این <تصفح> این رفتار مامانم با من بود من می منو میدید میز گریه و من وایس دستم مثلا چپم سوسیس دست راستم هم گل خوشحال پر انرژی مامان داره آ گریه میکنه چی شده من این علف تو رو دوست ندارم خب هات داگ بخور نه من منظورم این نیست که چیزی میخوام گفتم به زندگی من چی کار داری بابا ول کن دیگه دیوونه ای تو اما بعد سه سال اصلا بگو به چپشونه اصلا انگار نه انگار یعنی آدمایی که سابجی اینجوری گریه میکرد اصلا انگار نه انگار که من گل میزنم یک جوری عادی شده که باور نمیکنید چون میبینه نه اخلاقم عوض میشه نه گل میزنم زرد زنم داد میزنم نه گل نمیزنم زرد داد میزنم اگه عصبی باشم عصبی هم. مثلا کار اشتباه کرده باشه باشه, باشه حالا ما رو گل باشیم رو گل نباشیم رو مشروب باشیم رو مشروب نباشیم صبح باشه عصب باشه خسته باشم نباشم خوابم فرقی نداره عصبی باشم عصبانی ام میام کارش اشتباه بوده با صحبت میکنم درستش میکنم خب اینا این دیدن وقتی که اون چش احمقی گریه تموم شد چون اصلا واقعیت رو بهم آقا ما رفتیم برای خونش اون که دیگه دیده بودیم از صبح باش بودیم گل نزده بود که خوش اخلاق بود پس ما این میگیم بد اخلاقی میکنه اشتباه فکر میکنیم دیدی که اون نفر رو گل گل بود ولی یادش مون همه یادشون رفته این کسی بود که رفت بعد پس ما فکر میکنیم یادش میاد اشتباه فکر میکنیم پس سه ساعت نرمال شدن این تازه گل بود دیگه سیگار که واقعا ولم کن یارو دیگه دقیقا با با این موضوع کنار بیاید واقعا چند نفر رو میشناسید هیچ کسی به خاطر ته تهش به خاطر پدر مادرش که ترک نمیکنه که اونی که سیگاری شده و میخواد سیگاری بمونه سیگاری میمونه میدونی تو داری با این کار هم به خودت هم داری اون پدر مادر هم داره خودش رو اذیت میکنه هم بچه شد داره به بچهش احساس عذاب وجدانی میده همونو میگم دیگه یعنی تو ماشین میخوایی نسخ بشی نیستی بعد به بابات فوش میدی و خود بعد, بعد میده که بابات فوش دیدی چون نسخه گلی و همه اینا تاثیر داره دیگه دقیقا حالا آره آقا راسکویی به خدا بهترین راه حل تو دنیای ما اگه همه آدم ما. اگه من یه قدرت داشتم که همه رو را راست کنم اگه همه راستگون میشدن تمام این مشکلات ما حل میشد ای به مرگ ما دارم این یه دقیقه ناراحتی داره یه عم خوشحالی دروگویی و چاپلوسی و احترام و چرا برا یه دقیقه خوشحالی داره یه عم بدبختی اون لحظه جلوت میگی قابل نداره ولی تو تعمی کنی تو پای یارو تو بچه یارو مغازه دار مثلا یه قابل نداره چیه دادا دا یعنی میخوای بی احترامی کنی به یارو قصه چی میگه قابل نداره تو که داری میکنی تو پاچه طرف ولی نه احترام باید بذاریم نذاریم زشته ما احترام نیستش که این دروغوی این چاپلوسی این کسافت بودنه ولی متاسفانه دیگه میگم ما توی همچین دنیایی متاسفانه توی همچین فرهنگی داریم بزرگ میشیم و هر روز به خاطر اینکه آدمای با شعور و سازنده و اینا دارن هی از کشور به هر راهی که بتونن بیفته جلوشون فرا کردن و این یه رسیپی هستش که حتما یه کشور رو به زانو میرسونه یه روزی چون مثلا میگم الان تو آمریکا فرض کن اگه ایلا و مارک زاکربرگ و بیل گیتس و وارن بافی و مثلا جف بیزوز نبودن با استیو جابز تاپ تن کمپانی آمریکا وجود نداشت اینجوری که یکی دیگه همزان میدن الان نه تا بوده همون ای بی الان قوی بود که چه نفر دومان نداریم یه نفر آمازون شد یه نفر اپل شد یه نفر وان بافش شد یه نفر ماکروسافت شد تو ما الان همه اینا رو داریم و دست میدیم تو ایران اینا همه دارن فرار میکنن به محض اینکه پاش بیفته حتی اگه تو ایران یارو موفق هم بشه بیاد ماکروسافت ایرانم هم بزنه به محض اینکه پاش بیفته میگه من ترجمه میدم برم سوپر بزنم تو آمریکا تا اینکه ایران مایکروسافت داشته باشم و همه آدمایی که باشورن دارن فرار میکنن و وقتی یک سری آدمی که هی داره جمعیت کم فکرا کم تر آیکیو داره هی بیشتر میشه و قوی تر میشه کشور به سمت خوبی نخواهد رفت حتما 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 این کشور یه روزی به زمین میخوره و میگم من خیلی از این موضوع ناراحتم واقعا دارم میخواد این, این جدید یه تکونی بدن امیدوارم این جوون دیگه بگم ما میخوایم برگردونیم این ورق و دیگه دیگه بسیار تش به کسافت کشید اینجور من دارم میرم همه چی تا تب نظر من خرابه توی فرهنگ ما همه جوره نه توش آنستی وجود داره نه توش مهربونی واقعی وجود داره نه توش دلسوزی وجود داره همه چی تش آخرش میشه پول و پاچه خالی رو کیو بکنی که اگه یه روزی لازم بشی بهت پول بده این چیز فرهنگ اسلامی ایرانی که من یاد گرفتم هر کی پول داره این آقا حسام یکی از آدم های باحال شهر یکی از دوستای خفن ما هر کیم که بی پوله اینم یه زالوه که چسبیده به ما از ما یه دونه کباب بگیره اگه من اشتباه میگم بگین سوال زر نزن دمتون گرم چاکس <متصال>